name of God, the compassionate, the merciful. All praise belongs to the Almighty God, and peace. کیه به ریاست 75مین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد تبریک گفته و برای شما و دبیر کل محترم و همه همکارانتان که در مسیر تحقق اهداف ملل متحد تلاش می‌کنند آرزوی توفیق دارم. عالی جنابان، جهان غافل از دو نعمت بزرگ سلامت و امنیت ناگهان با بانگ بیدار باش کووید 19 مواجه گردید. کرونا با همه کوچکی خود چنان مدیریت جهانی و حکمرانی داخلی کشورها را به چالش کشید که مهمترین تجمع جهانی هم به ناچار به صورت مجازی برگزار گردید. کرونا امروز به علت رشد علم و تکنولوژی و رسانه به درد مشترک انسان بدل شده است. این درد مشترک نشان داد که به رغم همه پیشرفت‌ها هنوز علم بشر در برابر جهل او ناچیز است. این ویروس همه ما را به فروتنی بیشتر در برابر خداوند و حقیقت خلقت می‌خواند و جامعه انسانی را به تقوای مدنی اعم از رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و پرهیز از جفا در حق طبیعت و تخریب محیط زیست و دخالت بی‌رویه در خلقت هدایت می‌کند. این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت و مکنت را در نوردیده است یک بار دیگر به همه ما اعضای جامعه بشری یادآور می‌شود که مواجهه با مسائل مشترک جهانی جز از طریق مشارکت جهانی ممکن نیست. همه ما در جهان دوران سختی را سپری می‌کنیم، اما ملت من به جای برخورداری از همکاری جهانی با سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ در نقض آشکار و اساسی منشور ملل متحد، توافقات بین المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت مواجه است. خانمها، آقایان، تصویری که از برخورد پلیس ایالات متحده آمریکا با یک شهروند معترض به سراسر جهان مخابره شد برای ما آشنا و تکراری بود. این پایی که بر گلوی نهاده شد به عنوان پای استکبار بر گلوی ملت‌های مستقل بود که ما آن را به خوبی می‌شناسیم. ملت دلاور ایران دهه هاست این گونه بهای آزادی خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت نموده، ولی تنها با ایستادگی به بالندگی و پیشرفت خود ادامه نداده، بلکه بر نقش تاریخی و تمدنی خود به عنوان محور صلح و ثبات، مبارزه با اشغال و افراد و منادی گفتگو و رواداری پایدار مانده است. ما در برابر اشغالگران شوروی سابق، جنگ سالاران و افرادگرایان داخلی، تروریست های القاعده و اشغالگران آمریکایی در کنار مردم افغانستان ایستادیم.
و در همه روندهای صلح و آشتی، چه در کنفرانس بن 2001 و چه در تلاش‌های منطقه‌ای نقشی محوری ایفا کردیم. ما در برابر بسیج قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای ایجاد جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس، در حمایت از صدام در نیمه دوم دهه 1980 خواهان امنیت مشترک در خلیج فارس شدیم. در سال 2013 جهان عاری از افراط و خشونت را پیشنهاد کردیم که با اجماع اعضای مجمع به تصویب رسید. در سال 2018 پیشنهاد پیمان عدم تجاوز و در سال 2019 طرح امید یا پویش صلح هرمز برای ارتقای صلح و ثبات در خلیج فارس را در همین مجمع ارائه کردیم. ما در برابر اشغال کویت توسط صدام اولین کشور منطقه بودیم که در کنار مردم و دولت کویت ایستادیم و آرزوی صدام برای استیلا بر همه متحدان عربش را ناکام گذاشتیم. ما در برابر استبداد صدامیان، اشغالگری آمریکاییان و وحشیگری داعشیان در کنار همه مردم عراق، از کرد و عرب و سنی و شیعه و ایزدی و مسیحی ایستادیم و از سال 2003 با حمایت از دستاوردهای دموکراتیک مردم عراق، شورای حکومتی و دولت عراق را یاری نمودیم. ما در برابر ده‌ها گروه تروریست تکفیری، تجزیه طلبان، جنگجویان خارجی در کنار مردم سوریه ایستادیم و از سال 2013 میلادی که دیگران به دنبال راه حل نظامی بودند، طرح چهار ماده‌ای صلح مبتنی بر خواست مردم سوریه را ارائه کردیم و در سال 2016 با همکاری روسیه و ترکیه فرایند آستانه را برای رسیدن به صلح و ثبات سیاسی در سوریه پایه‌ریزی کردیم. ما در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها، جنگ افروزان داخلی و توطئه‌گران خارجی در کنار مردم و دولت لبنان ایستادیم. ما هرگز اشغالگری، نسل کشی، آوارسازی و نجات پرستی را نادیده نگرفتیم و بر سر قدس شریف و حقوق مردم فلسطین هرگز معامله نکردیم و در سال 2012 راه حل دموکراتیک مسئله فلسطین را از طریق همه پرسی ارائه نمودیم. ما آشکارا از ظلم و ستمی که به مظلومان یمن می رود دادخواهی کردیم و در آغاز جنگ یمن در سال 2015 پیشنهاد چهار ماده‌ای برای صلح در یمن ارائه کردیم. ما در این منطقه حساس دست تنها با داعشی‌ها و افراطی‌های مدعی دروغین اسلام جنگیده‌ایم تا جامعه جهانی بداند اسلام واقعی کدام است؟ همون اسلام اعتدالی و عقلانی و نه افراد و نه خرافه. سردار شهید ما که قهرمان مبارزه با خشونت و افراطیون در خاورمیانه بود، از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی در برابر مدعیان یک حکومت قرون وسطایی به خوبی ایستاد و دفاع کرد و ما در سال 2015 میلادی برجام را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی به ثمر رساندیم و علی رغم
بدعهدی مستمر آمریکا به آن پایبند ماندیم. آقای رئیس، چون این ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراطی‌گری ترور نیست. پاسخ رأی ملت‌ها در ایران، در عراق، در لبنان، تحمیل آشوب‌های خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست. باید بدانیم که ادعاها ملاک نیست و تنها عمل ملاک است. ادعا کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه آمدند، در حالی که خود این هیولا را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند و او را با سلاح شیمیایی و مدرن ترین جنگ افزارها تسلیح کردند. از مبارزه با تروریسم و داعشی دم میزنند، در حالی که خود آن را ایجاد کردند و برای این جنایت خود از ملت‌های منطقه طلبکار هم هستند. به دروغ ما را متهم به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌کنند و به بهانه اشاعه این یا آن را تحریم می‌کنند، در حالی که جرم استفاده از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشریت را تنها به نام خود ثبت کردند و تنها رژیم دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا بازیگر خیمه شب بازی آنهاست. از حقوق بشر سخن میگویند، ولی با فشار حد اکثری معیشت و سلامت و حتی حق حیات همه ایرانیان را هدف گرفتند. خود و دست نشاندگانشان در هرچه جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین و افغانستان و یمن و سوریه و عراق و لبنان و لیبی و سودان و سومالی است، مستقیما به آتش افروزی مشغولند، ولی ایران را مسئول شکست های محتومشان در برابر اراده مردم منطقه می دانند. با فروش صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما، آن را به انبار بارود بدل کردند، ولی برخلاف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی بیهوده می کوشند تا ایران را از حد اقل نیازهای دفاعی محروم ساخته و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران را به رغم نص صریح قطعنامه 2231 تمدید کنند. من اینجا لازم می‌دانم از رؤسای دوره‌ای شورای امنیت در ماه‌های اوت و سپتامبر و 13 عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و چین تشکر کنم که دوبار به صورت قاطع به استفاده ابزاری و غیرقانونی آمریکا از شورای امنیت و قطعنامه 2231 با صدای بلند نه گفتند. این یک پیروزی نه برای ایران که برای دوران گذار نظام بین الملل در جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی در چنون انزوای خودساختهی فرو رفته است. خانم ها، آقایان، کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و معامله بزرگ باشد؟ آمریکا نمی تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. زندگی
با تحریم سخت است اما سخت تر از آن زندگی بدون استقلال است. آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به عنوان کهن‌ترین دموکراسی در خاورمیانه به مردم سالاری خود میبالیم و آزادی داخلی خودمون را با دخالت خارجی سودا نخواهیم کرد. دموکراسی حق حاکمیت ملت است و نه حق دخالت بیگانه، اون هم بیگانه تروریست و مداخله جو که هنوز هم در توهم 28 مرداد 1332 زندانی شده است. همون روزی که اسلافشان تنها دموکراسی اون زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون کردند. برای ما عزت و آسایش ملتمون مهم است که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست می آید. ما ابزار چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم. هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد. برای جهان نیز امروز زمان نگفتن به زورگویی و قلدرمآبی است. دوران سلطه و هژمونی به سر آمده است. ملت‌ها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر و امن‌تر و قانون‌مدارترند. امروز زمان تصمیم صحیح و درست است. از توجه شما سپاسگزارم.